هموطنان نهایت عزیز و گرامی، آمد عبوی از شهر واشنگتن دی سی در خدمت هستم. یک ماه آخر لشکرکشی روسیه به سرحدات اوکراین از خبرهای بسیار داغ است و تا جایی که درد سر برم ایجاد نکنه از لحاظ ملیتری یا حربی ایره براتون تشریح میتم و سابق عرض کردیم که ما نظر به شوق علاقه که به ملیتری یا قوای حربی سوپر پاورا داشتم، چون سیاست در دنیا با داشتن اسلحه به کرسی شانده میشه. برای از اینکه شما یک اندرستن یا درک بهتر داشته باشین، الان باید بفهمه که کی چی و در کجا دارم. در بحث آخر خدمت شما عرض کردم سر راکت های نو روسیه گپ زدم که اینا چقدر سریع و سهل شدن در 20 سالی که امریکا در افغانستان و عراق و لیبیا و سوریه و یمن و امثال همش درگیر بود. این زمان روسیه فوق‌العاده کوشش نهایی خود را کرد که بتانه در جایگاه قرار بگیره که گپ خود را بتانه در کرسی عمل پیاده کنه. خب کسایی که به خاطر دارن وقتی که گورباچوف آمد و سیستم اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد، ولی گورباچوف هم یک پروفیسر است در یک یونیورسیتی امریکا، استیت فلوریدا. بعد از او باز اون یالسن رئیس جمهورشان شد که وام یک دائم الخمری بود که تیاره را که در یک میدان پایان میکدن 3-4-5 ساعت منتظر که اون نشیش بپره که تا شوه. وام 4-5 نفر سرمایه دارم که در رأس گس و منابع روسیه شانده بودن، پیسام در بانکای غرب انتقال می شد و بهترین گورمنت بود. تا ای که پوتین روی صحنه آمد و اونطوره که مجله تایمز مرد قرن گفت و خب قماندان قوای بحری آلمان هم 2-3 هفته پیش چیزی گفت که باید ما پوتین را ریسپکت کنیم، یا یکی که یه آدم مثلا حقش سلب نشه. مملکت است که از قهقرا، یک انسان است که مملکت خود را از قهقرا امروز پس در ردیف تاپ دنیا قرار داد و این کار در ظرف 15-20 سال کدی آدم که اصلا از تصور دور است. سر از او زیاد نمی پیچیم. اول تو می کنیم که کلیپ بر شما میمانم و بر شما تشریح دادم ایرم که چی چیست و کجا میره و چرا، و بعد از او باز می آیم سر نقشه اروپا، بالتیک را، بیریسیه را، کریمیه را، یا کلش از در نقشه
نشان میتون با قوهایی که آمده، چرا آمده و دلیل چیست. خدمت شما عرض کنم که چین کمی شور بتون کل نشه. وقتی که پوتین سر قدرت آمد و همونطوری که اینا وعده دادن به روسیه که ما دیواره آلمان که پایین شد یا شکست، ما یک انچ به طرف اروپای شرق نمیدیم و نمیدیم. اون استاستا در پولند هم آمدن و راکتای خود سب نصب کردن، در رومانی هم همچنان و حاله میخواهند که پلان همی بود که در اوکراین هم بیاین و قسمی که پوتین گفت که راکتای خود سر برنده ما سر بالکونی ما شاندن و خب ما براتون عرض کردم که ملتری کلش سر تایم است، سر کی زودتر کی را زده میتونه و کی دست در آستر داره و شما میتونید که از ما اوکراین 5 دقیقه فلایت است برای یک راکت که ماسکو بزنه. امریکا خودش دور است، 12,000 کیلومتر و در میدان نیست. اما روسا گفتن که اگر شما اسلحه ایتان نصب کنین در پولند یا رومانیا ما میزنیمش. یک گپ بود که زد پوتین، اما روسیه در اون پوزیشن نبود که بتانه بزنه. اقتصاد صفر بود، نو از جنگ افغانستان خلاص شده بودن، اسلحه کل پرچه و تیاره بود، پیلوت نبود، پیلوت بود تیاره نبود، یک کیاس مطلق. ولی 20 سالی آدم گرفت که اون گپ خود را در کرسی بشانه و امروز گفت که منطور که شما گفته بودین بر ما اونم تو میکنین. اول خدا اوکراین آمده نمیتونین و در جورجیا، دومشان از پولند و رومانیا راکتایتان را بکشین و به اون سرعداتی که شما بر ما تعود داده بدین همونجا برفت. قسمت دیگه که خدمتتان عرض کنم، اون رو باز در نقشه براتان نشان میتم، قسمت دنباس که هم سرحد است با روسیه که تقریبا یک بر سوم مثل خاک اوکراین است، اینا هم مردمای روس هستن، روس نشین هستن. ولی همین چندین سال شد که سر از اونها یک وحشت است که از سوریه بتر بمبارد و زدن و کشتن و اصلا زبانشان کس روسی گپ بزنی میکشنت. یک فاشیستی مطلق در اونجا در جریان است و هم روس است. پوتین رای گریز نداره، باید استاده شد اونجا در پشت مردم روس خود که سر از اون مسئله باز نه. حالش تو شروع میکنیم که چی گپ است. تیارای الوشن 76 و به صورت اون تیارای انتونوف 124-225ش هم دارن، یکی دو تازو در دنیا مانده. این تیارای ترانسپورت است که اینا انتقال میتن قوا و ایرم بر شما میمانم و در این زمان هم تشریح دادم میرم که چی و کجا میبرن. هم میتونی خدمتتان عرض کردم صدایش پخش باید کنم، اونو بریم کنترول از پیشم گم شد، نفهم چطورش قصه شد. خواه از تلفن بالیم راکت های S-400 است، دافی هوای تازه روسی است که بهترین است. ای تیاره توپلوف 295 است، ای توپلوف 2160 بود و دومش M3 بود، یک دستروئر است. یک ذره تیستیر شد، من پس برتان میارم میشه که باز برتان بگویم. اینجا اساکر است که در به صورت عموم استادش میتونم برتان. تیارهایی که عسکر را انتقال میده در امریکا و در غرب به نام سی یاد میکنن، مثلا سی 17، سی 141، سی 5،
C-130 که منظور از کارگو چیزی است که مالکی از یک منطقه داده که منطقه انتقال میدین و ایره روسا را کمپانی انتناف و الوشن ای وظیفه را داشت. این حالی گفتیم که دافی هوای S-400 روسی است که دافی هوای S-400 منظور از 400 کیلومتر است. یعنی شما نقطه مرکزتان است، این 400 کیلومتر دایره را میتونه برتان بگیره از هر طرف که تیاره یا کروز مثل یا راکت بیایه. از امریکا اونمو طرفی که رویش است اون از اون طرف گرفته میتونه، اما روسا تو اینا بسیار فوق‌العاده پیش آمدن، دورو میخوره و از هر طرف شما را میتونه که بگویه که از کدام طرف تیاره میایه و در ارتفاع فوق‌العاده بلند میره گرفته میتونه، هم در سپیس میتونه راکت بزنه و تیاره را از سطح 10 متری زمین تا به جو زمین میتونه کنترل کنه. این تیاره توپلوف 295 به نام بیر یا خرس شمال یادش میکنن، این یگانه تیاره توربوپراپ است، یعنی پروانه دار است و این دو پروانه دار اگه متوجه باشین، یکیش به ضد ساعت دور میخوره و یکیش به طرف ساعت و این هم قدر تیز دور میخوره که دیوار ساوت را خودم این پروانا مشکنانه، یکیش کانتر کلاپ وایز دیگهش کلاپ وایز پستن انجن هست دیگه پف میکنه تیاره توسط پف حرکت میکنه این یگانه تیاره پروانه دار بمبارد دنیاست که توپلوف 295 میتونه راکتای نیوکلیر کاری کنه و میتونه که بم عادی کاری کنه. راکتای نیوکلیر از شکم خود اله میتا، باز راکت که پایان نه انجنش روشن نشه، راکت به هدف خود میره، تیاره دور میخوره، راکتا حدود 2000 کیلومتر میتونن بزنن. چرا؟ برای از اینکه تیاره کلان است، در رادار نشان داده میشه، نزدیک به هدف اگه بر این رادار طرف میبینه امکان زدنش است، از خاطر راکتای خود اعلام میکنه خودش پس دور میخوره و راکتا میرن. خب راکتای کروز مثل به نام ایر لانچ کروز مسایل میگن که کدامش یک بحث فوق العاده معلق است، پشت از اونم میگردیم. این تیاره توپلوف 2160 بود، این بودگیش باز رفت. خب اگه باز آمدن باز من شانتان میتونم، یک دانه دسترایر است. این تیاره لوشن 76 است، میبینیم که دیده میتونیم زیرین پشت و این قوای برف روسی هست، یعنی در شمال سایبیریا و طرف فنلند سویدن اینجا چه میکنم. تانکای خورده نو است، در تیاره بارش میکنن، کوهای پاراشوت خود ایلامیت هست به طرف تیاره و شما چیزا میلامیتیم تانک هست. این حال این کوهای برف روسی هست، تیاره این الوشن 76 هست و این ها این در چیز هست در لود شدن. ببینین از دو طرف بالا میشن، چون دو دروازه از دو طرف باز میشه و از اونجا خدا باز اینا پرتاب میکنن به شما، میتونین از انتناف و از الوشن بکنین. 76 اونو بیر بود، اینی M3 توپلوف 222 ای بیر است، او تا تیل میتا ای بیر است، این تیاره بیر است، بمبارده است که گفتم پروانه دار است و راکت از شکم خود ایلا میتا، ای در پشت سرش است، توپ است، این دافعه هواست که از پشت سرش چی بیاری. این یعنی توپلوف 22M3s این اولش یک ساخته بودن ودکه خوردم اینش که توسط ودکه را کرد میتر بازو جواب اینی ده این علاقه دونو سوان بود. توپلوف 2160 این MI24 است که ورژن دیگهش MI35 است برای فروش، این در افغانستان از این کار گرفتن، این تانک هوایی میگنش فوق‌العاده یک هلیکوپتر چیز است، توی تخریب جاد داره، دو نفر پیلوت جست و گنر و پیلوت دو نفر می داشته باشه، در اطراف خود راکت داره
یعنی میان راکت لانچر هستن. از اینجا شما راکت را لانچ میکنین. هلیکوپتر این شما میتونین استارت جوی ما یک چیزه بزن. کوه پاراشوت هست. اونم تو خدمتان عرض کردم. از دو طرف خودم مندازن. اونو ببینین. و اینی دروازه پشت سر است. واشد از یه تانک هم مندازن. اینا حالا سعی کنین انرژی از دو طرف نفر برآمده میره. از این پشت سر باز تانک را مندازن. سعی کنین از دو طرف نفر میایه. اون از دو دروازه شروع کنه نفر مندازه نفر و تانک اینا شما ببینید تانک از دروازه پشت سر مندازن که این جای میشه یا نمیشه. اینی وایر گاید است. اینی راکت هایی توسط وایر کنترل میشه. تو وان باز یک بحث دیگه است علایده باید گرد بزنیم. انا کراشنکوف های نو است ماندار زیره داره. اینی رینا پایان مندازن از تیاره. سعی کنین اونت از روشن سر بزنیم. این حالی نسید میگه توان ایلاش کرد سایی کنین کشش میکن ایلا میکن اونه تانک ایلا کرن نه این حال پیش از ایتی در زمین درسته باز راکت شوت میکنن که سرعت شاستا کنن که نشکنن نسایی کنین میخوره اون کنید تانک های کونه بود T72 امون ایم های 35-24 است که چپ است تانک های نو است یه اون تو های چیزشان است تانک های نوشان دست نفر چی فرق شده برکم میگم داره T14 و T72 و بکا سر هر کلامش این کسونی از دنیا سنی ببینید در کالای سفید دارن چون دیده نشن این قدیم مین بدل تنک است ای چیزی هست امو چی میگم یادم رفت امو نه یادم او یا راکت های سپورن رو که دافی اواز او که فیر میکنه او تو بمای بستی خوردم اندازه یعنی تو چیز هست اینی رادار است گفتم برتان 360 درجه دارو میخوره چندین دانه رادار به امرای یک بتالیان از اینه باشه بتالیان قوای در چند دانه یزی می باشه یعنی ببینیم در کدامش 6 دانه و تو دو لنگ می باشه یعنی سکرین 6 12 دانه در کدامش داخلی آواز سرعت هست یکنین دار می فره و ایده سر ویب بر انگر زده بزن که رادار چطور کار می کنه آواز روان می کنه در می کنه پس ده یعنی اسفور اندرس شوت کرد و ای تا 400 کیلومتر دورتر هم می کنه بزنه یعنی تیاره رو در آلمان می زنه بخواه اینا سکنه اون میکنه و تقریبا در 12 چند سرعت صوتی حرکت هم میکنه یک اکستریمی سپید چی داره ای آوت سرایت هم هست یعنی اصطلاح چی میگن در فارسی آلترالی یا یعنی کوی توپ خانه ایتان تخریب این یا این راکت لانچر هستن یا به صورت عموم به نشان بودن اما حال جی پی اس دارن ایش به نشان میتونن بزنن اونو ببینیم و نیسته که این راکت لانچر هسته که بودی 36 دانه در هر کدام از این می باشن حالا در 30 تا 35 مایل رینج داره حالا بیسی کجا را چقدر دور میزنیم این ها این چیز هست این هاوت سویی توپای قوی دان هستن توپای بسیار قوی است این تیار های سوپوی است سو از نزدیک دیده نمی کنم کدام سو سما می کنم که سو بود این تانک دافعه اواز این چیز است تانک هاوتسر است برای فایل کردن است کنان های بسیار کلان داره توپایش کلان است این تانک های نو است تانک های کونه بیلر داره در پشت سر خود برای جای تیل یا تانک های نو است تانک تیلش در مابین میشه خود ما یک دانه خونش کشان میدم ما بینیم خونش باز که دیرال داره باشه تیل در و دیزل در اونجا میباشه اونو ببینیم دیده نمیشن از آخر چون گفتم سفید است اون خواهد که سفید است این بینه راکت کتان است اونو ببینیم این بطال تانک است تانک نو است اونو که سر چی نداره بکنم دیرال یک دانه دیرال دارشو نشان میکنم برکنم
372 تی 14 آل تام پای نوشان است. و اگه من میخوام که کوربت است یا دیسترایر است و خیلی کوربت است خب در کش این اضافه ای برای اگر راکت شد میشه شما دم رویش تفنگ چرایی واره باد میکنید که راکت را بزنید و این راکت است که فایر میکنه که دیگر کشتی را بزنن. سیمز که یک کوربت باشه اما خودش دیگر نه یک ای دیسترایر است. اگر کل پکچر شد ببینم کشتی ها در بر این دیسترایر است، کشتی ها در بر نامای مختلف وظایف مختلف دارن. دیسترایر است، فرگت است، کوربت است، امفیبیس است، ایرکرافت کریر است. از اون رقمش است که سر توشک بادی میره. یعنی اقسام مختلف کشتی ها شما دارین. من دار کشتی تانکر است، کشتی عسکر که عسکر را میبره، امفیبیس تانک و مساکر اینا را انتقال میده. همه طور در زیر بر سبمرین هایی که یا تحت البری هایی که هست، تحت البری ها تحت البری های مختلف هست. SS هست، SSN هست، SSB هست، SSBN هست، SSG هست و SSGN هست and then SSB و SSBN. این شش هفت رقم مختلفه سبمرین هاست که واسه یک روز سرش بحث کنیم که از ایزا پرسان که سبمرین چطور پایان میره بازور ابرتان تشریح میتم. اما خب گفتیم سبمرین های اتک هست که وظیفه شیست که کشتی را غرق کنه یا تحت البری دگر را غرق کنه. گایدد مثل سبمرینز هست که اونا راکت شوت میکنن، مثلا تام هاک شوت میکنن. از روسا و نظم بیری سیاه که ترورست ها را در سوریه زدن و گایدد مثل هست. و یک قسم دیگهش که SSBN است که مهمترینش است، او راکت های کارپیمای اتمی را دارد که از امریکای ها اولش پوزایتن بود، باز پلارس بود، باز آل ترایتن است. ترایتن 16 دانه راکت میگیره، مالتیپل وارهد در سر خود داره و از روسا هم بزرگترینش است، یالسن کلاس و از روسا باز دیگر کلاس هست. تو سر از او یک دنیا دیگر از گپ میزنیم. این دیسترایر هست، این راکت های نوی که روسی ساخته ای به سرعت فوق العاده تیز میره، ده دوازده چند سرعت صوت و کشتی های تیاره بردار امریکا را با خطر مواجه کرده. یعنی آلیا قادر به این نیستن که راکت های روسیه را استاد کنن. کل گپ ایجه بود که روسیه موو خود را کرد چون در دست خود داره. حالا مزده تانک هست، یه شارک شوتر هستن یا تقریبا در یک مایل دور را میتونن هلاره ما بزنن. پن پوینت یک مایل بیشتر از یک مایل میتونن هلاره ما بزنن. یه رو به نام شارک شوتر میدن. ببینیم نشان میگه رو میزنیم. ببینیم بود چقدر عویز بود. این رقم حوانه های خورده است که دومن دارم بود. بایر میبینی خب تیز بایر میبینی بچه شم دیدن هم میشد حوانه سیسش دانه را خیلی سویست. ترک های ماز و زیس و زیبری به ها میشه و روزا در ساختن ترک هم در دنیا هست یک بهترین هستن. این های رئیسی سوخ و خیر اما در رسیب این سایر از این که باشی اینجا که میخوره باشی ما میخوامید این مای 24 هست، هلیکوپتر هست او دیگه بود مای دوت قرار از سرینی مای 24 هست مستیم که اینجا پیلوت دهنر دارد به طبقه هست یک شوجه یا کشیجه میشیند. این تیاره رو به نام مای 35
ورژن اکسپورت شریعت میدونن و نه این تیاره سوخوی 34 است، دو دانه پیلوت و گنر داره و ما به این تیاره یک دانه تشنا با آشپزخانه هم است و بسیار فاصله دور هم میتونه بره، تیل خودم در آسمان میگیره. SU-24 را ریپلیس کرد و هم تیاره میدیم رینج بامر بود یا هم میدیم رینج بامر است، اما این فایتر بامر است، میتونه جنگ کنه، از خود دفاع کنه و میتونه بم هم ببره و این راکت های نوی که ساخته شدهش میتونن به این تیاره ببره. یک قوای بری امریکا را با فوق‌العاده خطر مواجه کردن با این راکت های نوی خود. ای پنسر است، ای برای درون و برای راکت های کروز مسایل که بیاید تا تمرایش پاش میتن که نفره اونم هم راکت خورد شد میکنه، هم باز تو ماشین دار داره که پوم بده ایلا میکنه، مستقیم که فنگ چرایی واره ایلا میکنه که بخوره اگر یک راکت به اون طرف نیاد. آرمر پرسنل کریر است، انجین های دیزل داره، 8 سلندر و 6 سلندر. ماشین داره هوی داره، توپ نداره، ماشین داره هوی داره، ماشین داره یه نفت که میتونه یک چیز اوگار کنه. این پاس کنه، این سرشون رو بیرل هست برای از اینکه تیلش در سیره داریم داختن. اگر راکت او بخوره می کتانه او را، اما راکت تانک های نو خدا کلش بسیار سیکیور ساختن و حتی تانک های نو روسیه حال راکت هم زده نمی تانش پیش از اینکه راکت ایش بخوره و راکت انفجار بلتر راکت هم می کتانه پیش از اینکه بهش برسه. این راکت ها یا تانک های نوش هم هست، یا هم آرمر پرسنال کریر هست و نفر می برد دروازه پشت سرش باز نشت درمش اینا می باشن. این زده تانک هست، اینی را بیشتر گفتم این سکن این بم مندازه نامش از خلیفه. فکر این از سیکیو را کش میتونم این یا همین کوهایی که در برف میتونم جنگ کنم. روز خودش یک مملکت سر درسته بوده این بار استاد هسته تالا سفید مانگل برای خاطر دیدن است که دیدن چی آرمان پرسنال کریر ما با این ازی هم از خر می باشه به صورت مون من در باید سر می دارم. اما مین بطل تنگ که می باشه دو موانی شست کرده می باشه یا لطمه چینش هست که بند نمانه و خب اگر گلولای باشه برای تانک ها مشکل است که خدا بکشن. از اما خاطر یا میگن که روسا منتظر هستن که هوا سرد شد و که تانک هایشان هم که دویده سر زمین یخ زده بتانن در اوکراین در آیند، اما او را فکر نکنه دلیل باشه این تانک نواز میگنیم و سر خود بیرل نداره. مانه این سکیگر پای چیزه داره همزو دو نفر میشینن و بسیار افیشن ایتور یک انتقال کوه دارن روسا در میدرد یک ماه که دنیا را به تغییر انداختن هیچ کس ایتخوات انتقال داده نخوانسته بود در تاریخ بعد از جنگ دوم جهانی بزرگترین قوای است که روسا انتقال داده. اینه ببینین بیرل داره در سر خود بیرل داره یه تیلش هست. خب فکر کنم که این مسئله اصله خلاص کاری شد. اوکی، حالا عزیزان میاییم سر مسئله مهمتر
که چی گپ است در اروپا و چرا روسا چرا خیره میگیره خدا وای. اوکی عزیزا ببینین این نقشه اروپای شرق است، روسیه است، سبز اوکراین است، ای بلاروس است، ای پولند است، ای آلمان است، درست؟ دقیق ببینیم. بلاروس سه مملکت بالتیک میگن، لیتوانیا و لاتویا که یا سابق پارت روسا بودن، آل دناتو برآمدن که نمی بالتیک ستیتس میگن، لیتوانیا و لاتویا و استونیا. ببینیم که دو تا ازی سرحد با بلاروس داره و یکشم سرحد ایجا با خود روسیه داره. اوکراین ببینید یک بفرزون است، جاییست که از اینجا شما سر روسیه اگر شما بخواین حمله کنین بسیار فاصله کم است که بخواین بزنین. این قسمت روس نشینه عزیز که اینجا یک دریاست، اینجا نشان نداده که یا مردم هستن که هم روسی صحبت میکنن هم روس هستن، این قدر دیگهش مردم هستن که حالا بجا که روسی هم زنگ گپ بزنی آزارت میتن و میزنن تا میکشن از این گپا. جرمنی است، آلمان است، پولند است. اینالینا خب ثابت در آلمان بودن، اینجا دیوار آلمان بود، گفت ما یک اینج پیش نمیریم، حالا آمدن در پولند شیشتن، اینی جنراکت های خود نصب کردن بر زدن روسیه. اینالی که جنبه اینجا که پیشی نخونه زده دیگه بدون از این که از اینجا شاید در 15 دقیقه برسه، از اینجا در 5 دقیقه میرسه که روسیه مسئله سروایول خود اینجا میبینه، هیچ راه نداره. منطقه یا یک گپ نمیشنون، میگه در تو آوردی راکت های تیجا در سر برنده ما سب کدی، میگه که چرا بر بابا کلانت جرابای سبز نخریدی، او بدر من تو را میگم تو اینجا آوردی راکت های تشاندی، اما هیچ شنیدن نیست. شبا ما شنیدم هر دو پارتی دوزده میرفتن که غلط روسیه میگه و ترسو ترسو نفری خدا میارن میدیا مالونه کنترول از حساب فیسبوک و یوتیوب و ایگپا حتی روان میکنیم برای دوستا در آ دور میتن نمیمانه که اوال تو اوجه برسه. یک کنترل شدید، یک وحشت آمده. خب پوره خود رئیس جمهور امریکا هم دانالد ترامپ آمدم و چند چیز اساسی را آدم سیاست در سیاست دینا نبودم ترک میگفت و اپای اشیوهای بسیار مهم را که در امریکا چی رقم کنترل میدیا است و فیک نیوز دارین شما، چطور کمپانی های کلان اصلا سازی اقتصاد مملکت را کنترل میکنه، چطور آزادی بیان نیست در این مملکت، دیگه پارا خود از او آدم گفت و حالا از خود یک تلویزیون ساخته کنه اونجا نفرایی که به پارتی ریپابلیکن هستن اونجا و حالا شما فکر میکنین از برای خدا حال مردم چهار طرف میگرده که از یک جایی که خبر راست بشنوه، کل میدیا دروغ، مردم یا پشت آرتی میده و یا پشت یک جایی که همی یک گفه حقا بیافه یه هر چیز اون حاله به یک ترتیب دیگه گفتم میشه کنترول آمستی بسیار که بعدش به اونه در مخانه تیرت میکنن که خود ما کم پرابلم که تزیان ندیدیم، ولی با قانون اساسی میگه آزادی بیان رو گپ میزنم تا وقتی که شما یک کار را یک عمل را نکنین که برین مثلا وایت هاوس یا کپیتال را بپرانین وام نخچهش را ببینه بفهمید این کار را میکنی او صورت، اما اینکه من گپ میزنم حال امیرام سر مردم
یا غضب خدا ساختن. تو گپت نمیمانم که تو گپ بزنی و ببین بعد نقص شست و خانه کرونا پشتت میره. خب بر ترتیب ای بالتیک هست خواه سویدن و ناروی و فنلند و دنمارک ممالک شمالی هستن اونجا هستن و قوای فلیت میگن با چی با انگلیسی جمع از کشتی ها را با قوای زمینی فرقه میگیم ما شما مثلا دو فرقه سه فرقه چهار فرقه اما در بر به نام فلیت یاد میشه مثلا فلیت نمبر 6 فلیت نمبر 7 که در پاسیفیک هست یا در بحرین هست اون یه فلیت یاد میشه اون فلیت تیاره کشتی تیاره بردار در مابین دو تا سه تا و در اطرافش فرگتا و دسترویر ها و قربتا میباشه بعد دفاعش و هم همونطور در تحت الوری در زیر برم اون تو قوا به همراهش میره که کشتی تیاره بردار محافظت کنند چون سر هر کدامش 100 تیاره است و یک میدان هوایی متحرک است ولی روسا ندارن کشتی های تیاره بردار یک دانه دارن و وام دیزلی است 35-40 دانه تیاره سو 33 نیول ورژن سر از وافلای میکنن اما روسیه دامنیشنش و حرکتش در ملتری و ترتیب نبوده تیاره نداشتن در بر نداشتن و فوکسشان دهی بوده که چطور بزنیم کشتیاره و حال با این راکتای نو خود میتونن با آسانی کشتیای تیاره بردار امریکا را بزنن یک دانه نه دو دانه نه پنج شش ده دانه را سر شیلا کنین هر کدامش ده پانزه چند صورت سعود سرطان میاید نیم از دو سر بلک سی ببینین این بیری سیاس اون طرفش به طرف شمالش اوکراین است به طرف جنوبش ترکیه است خود بیری خزل کسپیان و روسیه به این طرف قرار داره و آمدن از یا وقتی که قوای شمال روسیه مترکایی میره انترکایی از انگلستان تیر شده اینه تو دوز زده این رقمی این از اینجا باز از ترکیه اجازه میگیرن این از یونان تیر شده از اینجا در بلک سی مدراین یک رای دگاه هم از رای کسپیان دارن یک از رای باسفورس میاین برای روسا همش رای بسیار باید تایی کنن اما سر از او خود بلک سی یعنی جن ترکا هستن از خود استانبول اون شما میبینین جا باز یک چیز است استریت است یعنی کانال وارد کانال بگویم کانال از جا باز کشتی ها تیر میشن دیگه حال بسیار کل بیروبار نظامی نمیج است که کشتی های روسیه اروپا و همه در گزم هستن ممالک بالتیک ببینید اینجا عسکرای خود امریکا پیاده کرده روسا آمدن در بلاروس برای از اینکه اینجا را بلاک کنن خب روسا هر دقیقه که بخواین یا را بالکل برتان در بر مندازه هم ایره مندازه هم پولند مندازه هم یوکرین مندازه اگر در آیه روسیه منطقه روسیه آمد اما پوتین گیم خدا بلکل دگر رقم بازی کرد کلگی ها فکر کرد که آمدن که اوکراین بگیرن اما اوتو نکدن و یک رقم کلگی را سنف کردن خب دیرو شما دیدین رئیس جمهور فرانسه پیش پوتین رفته بود مردکت مثل یک امپراتور واره و چشم رئیس جمهور فرانسه در دو چشم پوتین بود که کدام جمله است پیشم خطا نره اروپا جنگ نمیخواه نه جرمنی میخواه نه فرانسه کت روس طرف شود پایپلاینی که گس را برای جرمنی میه فکر کنید 40% گس
آلمان از روسیه میه و 25% تیلش و پایپلاین نو که ساخته حال ایره میگه تو نخر از او و نخرم از کجا بخرم از هر جایم بخرم قیمت هم سه چند شده خنک هم مردم کشته دک میزنه کلگی تو از اون نخر آره روسا ببینیم که انویژن نکردن چرا انویژن نکردن؟ میکنن اما توپ در طرف یوکراین ایلا کردن اینی جا قسمت روس نشینی از یک از یوکراینی ها قوای خود آورده بودن که اینا را سرشان حمله کنن اینا را بکشن ریپ و راب و از بین ببرن یا تیلیشان کنن به طرف خود روسیه اما خود پوتین یک آدم بود که وقتی که در مکتب هم که بود سنف 7 8 9 10 مثلا میدید که یک آدم علت کرده و سات آخر استاده می شد در جانش می رفت تو یک کلنگی یک آدم بود و این کل روس های او برادن ما روس هستیم سر ما این آورده حمله می کند بال شما برین ببینین دنباس ایجارت کلش سوریه وارد تکه تکه پرچه پرچه اینجا خو نفر نیست قدر فقط این کیف اینجا نفر است خب از بلاروس هم آمد اینجا یعنی این مناطق کلش روسیه گرفته که سر کیف حمله کنه اونه در ظرف 70-72 ساعتی کیف سقوط میکنه اینجا را که بگیره خونه کل نفوس روسا هستن اونا به امرایشان یک جای شده پیش میه روسا منتظر هستن که یوکراین اگه حمله کد مدراین اگه حمله نکنه ببینین چون بازی کرد گیم خدا اولی قوایی که اینا انتقال دادن از سایبیریا و از طرف شرق مملکت خود در تاریخ به سابقه بوده که یا بسیار افشنت انتقال دادن کلش توسط ریل در ظرف 48 ساعت اینا بودن از اون طرف و اون طرف هم چینایی ها را گفتن که در دسپیوت هست اگران دفعه چین میگه که بالا دمیفسته که از ماست یا او از ماست چین ها بودن در ما شما دشمن ما مشترک است شما کوشش کنین که تو خیزای بی جای نزنین و اگر بزنین هم روسا نیکلیر استفاده میکنن روسا خدمتتان عرض کردم او دفعه بسیار گپ مهم است باید عزیزا بفهمن که داکترین روسیه و داکترین امریکا یک جای فرق بسیار مهم داره که داکترین امریکا یعنی قوانین امریکا امر قوای ذروی را یا اتم را رئیس جمهور میته و پشت سر رئیس جمهور یک بکسک دستی سیاست که اون نفر اون شما سکن میباشه و به نام فوتبال میگن از اونجا قمانده امر ذروی داده میشه اول رئیس جمهور در اندروز ایر فورس بیس که تونل است از سیر وایت هاوس اونجا در تیاره 747 که تیاره رئیس جمهور است یا تیاره اما قمانده امریکاست در او بالا میشن و تیاره در آسمان میباشه وقتی که جنگ شوه بین امریکا و روسیه رئیس جمهور در آسمان میباشه به امرای کابینه و وزیر دفاع و اینا و تیاره هم بسیار عظیم ساخته شده تقریبا 7 متر خطانه در او رابر و اینا ای کار است که ریدیشن لیک نکنه میتونه به روزا در آسمان ببانه زیادتر نمیپیچیم سر از او ولی از روسا داکترینشان فرق داره از روسا کس اجازه از پوتین و از ماسکو نمیگیره که ما به مردم استفاده میکنیم کماندر فیلد این چارج است کسی که قماندانمونمو فرقه است یا قماندانمونمو اونمو فلیت است یا قماندانمونمو چند فرقه که به دستش است اونمو به معتون در دست اونموست اون که ببینه که من زنده جهان زنده من مرده جهان مرده که در کارنر ببینه چرا حال خود امریکا ادوانتج نمبر داره مثلا روسیه حال به مقابل از یا از لحاظ کنونشنل استاد شده برشان مشکل است مثلا تیاره کم دارن هلیکوپتر اینا کم دارن یک تانک زیاد دارن خب برای اوکراین کار است تانک برای بلاروسو سر پولند هم لکدن یا کار از تانک و که بیاین هم گفتم این همه ترکایی کلش همه توف کده من دازه تولا تا این فرانسه این انگلستان خودش یک آیلند است ای بسیار یک جای خرد است این خالده میخ امریکا میپره
اگر نه ایر روسیه یعنی زدن انگلستان برشان چیز پشت از یا امریکا استاد است. فرانسه نمیخواه جنگ کنه، جرمنی نمیخواه جنگ کنه، پولند چند تا اشرف غنی اوج شیشته پولند جرت و فرت میکنه، رومانی هم، اما بسیاری ممالک دیگه پای خود پس کشیدن، مثلا یوگسلاوی بیای سابق اونا، سربیا خود پس کشیدن، مثلا بلغاریا و چند مملکت دیگه. به ما هیچ غرض نیست، در به ما چی که شما تیره ددان روس میتن، ددان روس هر مملکت را که بتین او را دیوانه میکنن. اینال فقط روسا توپ ماندن به طرف ازیا. اگر اوکراین حمله کنه سر دنباس، شما ایره ایمان داشته باشین که پوتین مدرایه و که بدراید از ظرف 72 ساعت گلم از ایره جمع میکنه، از ایسو سر کیف مدرایه بجانش او سخو خودش است. از طرف پایان هم خب بلکسیست، شما فکر کنین بایلیسی هست اوجا کشتی هایشو امفبیسش هست، در اوجا هم کرایمیا را گرفته، کرایمیا و در پالوی از اون چیز دیگه که شما باید بفهمین باسفورس شما سگین اینی قوای بری روسی است، بلاروس است، لوتوانی است، لاتفیه و یا ممالک ناتو است، این مملکت ناتو است، یا هم خود جمع ناتو خود میگیره خود منتحاله میخشکت. اینی بلاروس طرفدار به روسی است، اینی قوای بری روس است، اینی یکی از بزرگترین پایگاه های قوای بحری روسی است که با بالتیک، فنلند، سویدن، ناروی و اینا دیل میکنه و این زمین را کشتی هایشان میایه در باسفورس و در چی اینمی جا کلانترین قوای بحریشان است که خب ایرا ببینیم در مابین چند مملکت ناتو قرار داره، لیتوانیا، لاتویا، استونیا، پولند، ببینیم یک بلاروس از خود روس است. ایشون هم خب سویدن و ناروی و دنمارک و فنلند اینا ممالک ناتو نیستن، اما یاران کش میکنن، کلوترای میکنن که حالا این حالا ایره گرفت، حالا ایره گرفت، شما را میگیره، شما بیاین همراه ما باشین. اما اونمو مردم های برفی روسیه که هست دیدیم ممالک جکت فنلند و اینا را خط روسیه باید طرف نشن اینا هیچ خدا چی بگیرن. اما امریکا بسیار یک گرپ داره در سر کلی ممالک چون مسئله اقتصاد است. حالا جرمنی در سرش فشار آورده داره که پایپلاین قطع کو، میگه خیلی من چی کنم، از کجا بگیرم، برو باز ما توسط کشتی گاز مایع از امریکا انتقال میتیم بر تان مفروشیم. میره ببینیم میگه نه به در این فرط کده میاریشه برای من یک بچه ها رو بسی قیمت تمام میشه، نه اگر توی تو کنین ده دیگه با سنگشن هست و مرسیدس بنز تانا نمیخریم یا نمیخریم. خب آقا بنوزام آلمان مستعمره امریکاست، گرچه که مرکل بسیار کوشش کرد و کوشش کده میرن آلمان که خود از یا جدا کنن و معلومان شد دیروز از گفتار میتران که فرانسه نمیخواه که به امرای روسیه و جنگ شود. 600 کمپانی فرانسه در مابین روسیه است، 600 کمپانی. شما اگه فکر کنین اگه زر تقسیم کنین این به میلیارد ها دلار است، 600 دانه کمپانی فرانسه امیال در مابین روسیه فعال است، مال میسازد یا ترید دارن، خرید و فروش دارن، یا هیچ وقت نمیخواین که مناسبات خراب شود. اما این جنگ دامن میزنن دیگه. عزیزا براتون گفتم، عرض کردم که اگر در دنباس اوکراین حمله کنه روسیه مدرایه، در غیر از اون نمدرایه، نمدرایه ایتو برش میگه باز امریکا را میگه که این از اینجا راکت هایتا بکش، از پولند و رومانی هم بکش، برو در اونا میجه که به ما وعده کرده بودی، تو وعده کرده بودی که ما یک اینچ پیش نمیم اینجا این دیوار آلمان شرق و غرب که لنبانده شد، تو آل آمدی ایجا، ایجا آمدی، در رومانی آمدی، اینجا راکتا را آل دل تسییج بیایی و ای سه تارام گرفتی. وی آدم یک ذرا کلی خود در کار پرده که چی میگه پوتین، ماسکو است ایجا، تو آمدی ایجا آمدی، راکتا را میجا شاندی، ایجا هم شاندی راکتا کلش بایس
دفنسیف راک، تای دفاعی ما ساختیم. نه دفاعی نیست، در عکس وچش کنی حمله ای میشه. این حال ایجا خوی که قوا آورده که دیگه فکر نکنم که اوکراین حال کنه خود شور داده بتانه، اوی دیگه منتظر است. برای ازی زد تانک و ای گپ های انگلستان هم روان کرد و خود امریکا هم روان کرد و پولند و لطفانی و یا لطفانی ها چرا تکنی چرا روسی ها آمد در بلاروس در بلاروسی جا آمد برای ازی که اینا را دستشان قطع کنه برای کمک اوکراین از رای زمین. اینا یا باید اول پولند برن از پولند تر بیاین وقت بعدش به روسیه اینجا هست نیست که در برتان تاک امریکا خبر شد و ایره در آلمان در اون میکنن پولند مقابل روسیه هیچ کس تا باوردن نمیتانه اما یا پیش میکنن مردم در آتش باز ما برو باز ما پولند پس میگیریم از روسیه او برادر تو باز پس بگی کل از این ویران میشه مملکت ها تکه تکه میشه فابریکا از بین میره و میلیون ها نفر کشته میشه و کلش سوریه میشه باز ما پس میگیریم پس چرا میگیریم؟ این حالت ما سعیست ما میتونیم ترید هم کنیم هم کنیم هم کنیم مقصدی که زیاد چیز بر سر از این امید است که تندازه روشن شده باشه. روسا تیارای سوپر دیفایف خدا ما آوردن در بلاروس اینجا سوپر دیفایف آخرین تیارهشان است که برای ایران هم یک 20-25 دانشه وعده کردن که مفروشیم. حالا دیگه هیچ راهی نمانده بر روسیه این می حرکتش بود یا ای که اینجا می آوردن راکت ها را چی میکردن و حالا بعد چین هم گفت خب حالا یک چین و ایران و روسیه هر سه هم دست و بر ضد از یه حرکت کردن میرن قسمی که ما دیدیم 20 سال است که اسرائیل گفته میره که من ایران رو میزنم ایران رو سبا میزنم ایران رو دیگه سبا میزنیم زدن ایران رو مال مفت نیست. ایران هم یکی از سوپر پاور هاست امروز در دنیا مثلا از جمله 4 مملکت قوی ترین است امروز در دنیا. او طرف چین است در کونه تایوان انگشتک است و انگشتک است و او رو سر چین رشت کده میرن 160 دانه تیاره F-16 دیگه واده کردن و 400 دانه راکت های هارپون هارپون یا راکت های زده کشتی است. شما میزین یکی از بهترین راکت های زده کشتی دنیا.